بعضی بازی ها هستن که تاریخ انتشارشون اعلام میشه و حسابی سر و صدا میکنن، بعد از صفحه روزگار محو میشن و تا چندین سال خبری ازشون نیست، اما به طور ناگهانی دوباره سر و کلهشون پیدا میشه و با قدرتی بیشتر از همیشه به عرصه بازی های ویدیویی برمیگردن. سلام رفقا، امروز توی این ویدیوی عصربازی با ما همراه باشید تا با 8 از جدیدترین بازی هایی که ناپدید شدن و دوباره با قدرت برگشتن آشنا بشید. شماره 1، روتین. روتین بازی بود که 10 سال پیش معرفی شد. این بازی کانسپت علمی تخیلی جالبی داشت و یه تیم کوچیک از توسعه دهنده ها مشغول به طراحی اون. 5 سال بعد از شروع طراحی این بازی و نزدیک به زمان اتمامش، تیم تصمیم گرفت که کلاً پروژه رو کنسل کنه، چون اعضای تیم از نتیجه زحماتشون راضی نبودن و میخواستن که دوباره از اول شروع کنن. حالا این تیم توسعه دهنده تونسته با استیم قرارداد ببنده و بازی رو به کمک یک ناشر منتشر کنه. با توجه به تریلر این بازی میشه گفت که ارزش 10 سال انتظار رو داشته و علاوه بر طراحی خلاقانه و جالب سلاحاش، فضای بسیار جالب و وحناکی هم داره. این بازی قراره در سال 2023 منتشر بشه. شماره 2، بیونتا. سه جدیدترین قسمت از بازی‌های بیونتا است که احتمالاً باشون آشنایی دارید و شاید قبلاً یکی از اونها رو بازی کرده باشید. توسعه دهنده قسمت سوم این بازی رو در سال 2017 معرفی کردن، اما تا سال 2021 که یک تریلر رسمی ازش در اومد خبری ازشون نشد. با توجه به این تریلر، بیونتا 3 یه بازی جذاب اکشن در محیط شهریه که مبارزات با هیولاهای بسیار جالبی. طبق این تریلر بازی قراره که همین امسال منتشر بشه. شماره 3، اسکورنینگ. یک بازی اول شخص ترسناکه که اولین بار در سال 2014 معرفی شد. استایل طراحی این بازی مشابه آثار اچ آر گایگر هست که کانسپت فیلم های ایلین رو طراحی کرده بود. فضای باز اسکورن شاید برای بعضی ها کمی چندشاور باشه، اما طراحی کاملا جدید و خاصی داره. توسعه دهنده این بازی موفق شدن حمایت مایکروسافت و ایکس باکس رو جلب کنن و بعد از فراز و نشیب های زیاد بالاخره تاریخ رسمی انتشار اون 21 اکتبر 2022 اعلام شد. شماره 4، The Callisto Protocol. نسبت به بازی های قبلی که بهتون معرفی کردیم به مدت کمتری ناپدید شد، اما همچنان ارزشش رو داره که توی این لیست قرار بگیره. The Callisto Protocol توسط گلن اسکوفیلد سازنده بازی های دد سپیس طراحی شده و یک بازی سوم شخص اکشنه که باید در اون برای بقای خودتون تلاش کنید. این بازی اول در سال 2020 معرفی شده بود، اما بعد از اون به فراموشی پیوست تا تابستون امسال که یک تریلر و چند تا ویدیوی گیم پلی ازش منتشر شد و تاریخ انتشارش هم 2 دسامبر 2022 اعلام شد. شماره 5، هالو نایت سیلک سانگ. هالو نایت سیلک سانگ قسمت دوم بازی هالو نایت هست که به سبک متروید وانیا و اکشن ادونچر طراحی شده و با یک طراحی خاص و هنری بازی بسیار فوق‌العاده‌ای محسوب میشه. هالو نایت سیلک سانگ رو در سال 2019 معرفی کردن، اما بعد این بازی کلن از صفحه روزگار محو شد تا همین چند وقت پیش که یک تریلر رسمی ازش منتشر کردن، اما باز هم تاریخ انتشار رسمیش اعلام نشد. انتظار میره که این بازی طی 12 ماه آینده به بازار عرضه بشه. شماره 6، ویچ فایر. بازی اول شخص اکشنیه که اولین بار در سال 2017 معرفی شد و به دلیل استایل جالب و خلاقانش و فضای فهم‌آورش توجه افراد زیادی رو به خودش جلب. یک تیم فوق‌العاده از توسعه دهنده های بازی های محبوبی مثل The Vanishing of Ethan Carter روی این بازی مشغول به کارند و به تازگی تریلر رسمیش رو منتشر کردن و گفتن که این بازی در نیمه دوم سال 2022 در ارلی اکسس قرار، اما تا وقتی که کاملا ازش راضی نباشن به طور رسمی منتشرش نمی کن. شماره 7، Dragon Age 4. در سال 2018 معرفی شد، اما از اون موقع تا الان به فراموشی پیوست و توسعه دهنده‌ها با وجود اینکه نشون میدادن که دارن روی بازی کار میکنن، اما هیچ اخبار رسمی در این رابطه منتشر نکرد. تا اینکه توی همین ماه اخیر اعلام شد که عنوان رسمی این بازی Dragon Age Dreadfall است و با توجه به این خبر به نظر میاد که این بازی به زودی منتشر میشه و امیدواریم که حداقل انتظارات طرفدارای این مجموعه رو برآورده کنه. و
در نهایت شماره 8 سیستم شاک یکی از بازی‌های فوق‌العاده‌ای بود که در سال 1994 منتشر شد و خبر ساختن ریمیکش در سال 2016 در اومد. توسعه این بازی در سال 2018 به دلایل مختلف متوقف شد، اما خوشبختانه از سال 2020 دوباره کار بر روی این بازی ادامه پیدا کرد و حالا به نظر میاد که قرار همین امسال برای تمامی پلتفرم‌ها منتشر بشه. بسیار خوب، اینم از لیست بازی‌های نسبتاً جدیدی که به فراموشی سپرده شدن اما با قدرت بیشتری برگشتن. اگر شما هم بازی رو میشناسید که چنین شرایطی داشته، خوشحال میشیم در بخش کامنت ها داستانش رو با همون به اشتراک بذارید. ممنون از اینکه توی این ویدیو با ما همراه بودید. یادتون نره که حتما کانال آپارات و یوتیوب عصر بازی رو دنبال کنید تا با ویدیوهای جدید در خدمتتون باشیم. پس تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار رفقا.